به بهونه روز ارتش و روز نیروی زمینی ارتش، امروز اومدیم به یکی از خاص‌ترین یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، خدمت کلاه سبزهای عزیز یا بچه‌های تیپ 65 نیروهای ویژه هوابرد. قرار شد یه هفته‌ای در اختیار اساتید تیپ 65 نهاد آموزش ببینم تا بتونم فقط یه روز اونم در برخی از تمریناتشون باشون همراه بشم و تجربه جدیدی کسب کنم. چی کار میکنن بچه ها؟ بچه ها اینجا مشغول تمرین خشک هستن، تمرین حرکات خشک با سلاح انفرادی، پوزیشن های مختلف که مثلا شما در حالت های مختلف بخواین عکسون من نشون بدین باید این تمرینات رو داشته باشین. سرنگه سوالی، من میتونم این کار رو انجام بدم؟ مگه این چند وقت تمرین نکرده بچه ما؟ چرا تمرین کرد؟ تمرین کرده باشی چهرهتم خیلی مصممه. فکر میکنم بتونی، برو انجام بده ببینیم میتونی. آماده؟ رو! تو میتونی. جان سرنگ چطور؟ خسته نباشی. خوب بود به نسبت تمرینت؟ جای امیدواریه، ادامه بده به یه جایی میرسی. جدی؟ آره. امیدوار باشم؟ آره حتما امیدوار باش، تمرین کن، مصمم باش، خوب بود. جان سنگ آبرومونو خریدین؟ بابت چی؟ آبروم نبردین، خوب زدیم. نه خوب بود، خوب بود، ولی از صبح با من 15 اون دفعه داری دست میدی. آره. یک کلاه سبز قدیمی، امیر سرتیپ نعمتی، فرمانده تیپ 65 نهاد یا نیروهای ویژه هوابرد. دوره‌های منحصر به فرد ما در آموزشگاه جنگ‌های نامنظم و در واقع 11 دوره اضافه بر دوره‌های مصوبی رو که نفری در آموزشگاه‌های نیروی زمینی دوره می‌بینه، در داخل خود تیپ باید دوره ببینه تا بتونه یک نفری باشه که شروع به خدمت بکنه در داخل تیپ 65 نوه. انجام میدادن رو فیلم ها دیده بودن. این گلوله هایی که جناب سر شلیک میکنن از این سیبل پشت سر مشخص، اینا مشقی نیست، اینا جنگی داره میاد سمت ما. اینم دلیلش اینه، اون اعتماد به نفس نفر تیراندازه و نفر گروگانی هم که به عنوان گروگان واسطه اینجا آشنا عادت میکنه به صدای گلوله که از کنار گوشش رد میشه. نفر وارد این مرحله میشه که بتونه به سیبلی که دوستش کنارش واسطاده با تیر جنگی تو زمان خیلی کم، یعنی با سرعت بالا تیراندازی کنه. راپلی که بچه‌ها انجام میدن فرقش با جای دیگه اینه که در عین حالی که این کارو انجام میدن در عین حال با سلاح هم تیراندازی میکنن. الان احساس میکنم شما علاقه مندیم برید. آره دیگه بریم ببینیم. رنگ روتون که سر جوش پریده؟ نه سر جوش. این کارم میخوای بکنیم؟ بسم الله. بشین یکیشون بزنیم، دوتاشو بکنیم، یکیشون بزنیم، باشون مکم شو. آره حالا نگاه دوتا کش داره، اضافه شو یه تا میزنم. من هرچی اینو فشار بدم این طرف آزاد میشه، تو بری پایین. ولش کنم تو بالا میمونم، اگرم خدا نکرده دست خودم داری شد من اینو آروم میفرستم پایین. دفعه اول رو به ساختمون میرم. بعد مثلا خلوانا میرسن جلو فرد. مردانی که وقتی حرف از شرف و امنیت کشورشون ایران وسط میاد جونشون کف دستشونه. الان رسیدیم به منطقه تمرین رهایی گروگان بچه های نوهد، بریم ببینیم الان چیکار دارم میکنم. با فرماندهشون دارم تمرین میکنم.
ببینید دوره‌های چتبازی هست، دوره نوهد هست، رهایی گروگان، یگان عملیات روانی، دوره‌های قواسی هست، دوره مربی کوهنوردی نظامی هست، دوره‌های رزم در برف، در کوهستان، در جنگل، در ما به طور کلی در 4 نوع شرایط آب و هوایی موجود دوره‌های رو داریم. خب الان بعد حدود 1 هفته کار ما تو تیپ 65 با بچه‌های نوهد تموم شد. تو خیلی تمرین‌ها باهاشون شرکت کردم. خیلی تمرینم که اصلا جرأت نداشتم شرکت بکنم. البته تو اون تمرینی هم شرکت کردم، آبروداری کردن، یه چیزایی یادم داده بودن، یه جوری وانمود کردم که خب منم میتونم کارو انجام بدم. اون لحظه‌ای هم که توی میدان تیر صدای مرمی تو هوا می‌شیدم، این گلوله که بغل میشم رد می‌شد و تا آخر عمرم هیچ‌وقت فراموشم نمی‌شه. بچه‌های نوهد دمتون گرم. خدا قوت. یا علی.